سلام دوستان، خوش اومدین به چنل AM. قرار ولاگ کل ایستگاه‌های مترو تهران بزرگ رو با هم داشته باشیم. روز سوم چالش هست در سومین ایستگاه در خط 1، یعنی ایستگاه شاهد باقرشهر. همونطور که تو ویدیوهای قبلی ذکر کردم، قرار تک به تک این ایستگاه‌ها رو به نوبت بریم و ببینیم کجاست و چه خبره. پس اگر میخواین این شهر رو بهتر بشناسین و خاطراتی دارین که میخواین این توی این شهر زنده بشه، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. سلام سلام دوستان، خوش اومدین به چنل AM با یه ولاگ و یه ویدیو دیگه. اول از همه بگم بهتون که تهران مثل تمام شهرهای مرکزی جهان مترو داره. برای دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر سعی کردن تک به تک نقاط مهم تهران ایستگاه کنن. تا به حال مترو تهران دارای 7 خط اصلیه که 5 تا خطش توی تهران قرار داره با حدود 140 تا ایستگاه. ما هم قراره این ایستگاه ها رو تک به تک بریم که توی هر ایستگاه توقف داریم و مناطق اطرافش رو میخوایم قدم بزنیم و آشنا بشیم. الان هم خط 1 ایستگاه سوم هستیم از سومین روز چالش در ایستگاه شاهد باقرشهر. همونطور که روی دیوارا دیدین، تابلوهای شاهد باقرشهر هستش. پیاده شدیم و با جمعیت به سمت شهر باقرشهر خواهیم رفت. خب دوستان، اینجا هم در ورودی پارکینگ باقرشهره و داخل همونطور که دیدین تاکسی ها و اتوبوس ها هستن که به مناطق اطراف باقرشهر میرن. ایستگاه شاهد باقرشهر کمی بیرون از شهر قرار داره، به خاطر همین ایستگاه تاکسی و اتوبوس رانی داره که برای رفتن به داخل شهر تو این ایستگاه قرار دادن. این خیابون هم مستقیما میخوره به شاهد شهر باقرشهر ببخشید و باید بریم به سمت داخل شهر. فکر کنم دور باشه، به همین دلیل من ویدیو رو متوقف میکنم و دوباره از داخل شهر شروع میکنیم بگیریم.
خب بچه ها، من از تاکسی پیاده شدم و همونطور که میبینین داریم میریم به سمت بازار اصلی باقرشهر و تا به اونجا برسیم من یکم اطلاعات در مورد باقرشهر جمع‌آوری کردم که بهتون بگم اطلاعاتش رو. باقرشهر در محور ارتباطی قدیم تهران و قم تو بخش کهریزک واقع شده. ویدیو قبلیمون هم در مورد کهریزک بود، دو تا قبلی البته، که میتونین داخل چنل ببینین بچه ها، که از سمت شمالی با شهر ری، از قسمت جنوبی با ورامی و از سمت شرقی با تهران و از قسمت غربی با شهرستان پاکدشت همسایه میشه. در کل اونطور که به نظر میاد و دیده میشه موقعیت مکانی خیلی خوبی داره باقرشهر. دوستان، جمعیت باقرشهر بر اساس آخرین سرشماری که انجام شده تو سال 1395 حدوداً 61388 نفره. البته این میزان جمعیت تا به امروز میگن که افزایش چشمگیری داشته به دلیل امکانات رفاهی و مکانهای گردشگری تفریحی که ساخته شده توی شهر باقرشهر. توی این سالها تو این منطقات جمعیت خیلی خیلی افزایش یافته. بسیاری از افرادم از شهرها و مناطق اطراف تهران و دیگر شهرهای ایران برای زندگی به این شهر مهاجرت کردند و یکی از دلایل جمعیت زیاد باقرشهر هم همین میتونه باشه. وضعیت آب و هوایی باقرشهر به نسبت معتدل و نیمه خشکه و توی این چند روز هم همین چند دقیقه پیش بارون زد، یعنی از اون مسافتی که از مترو بخوام بیام اینجا یه 5 دقیقه زمان برد و توی اون 5 دقیقه نم بارون زده. امروز هم که 8 تیر ماه هستیم، اول تابستونه و خیلی عجیبه که بارون زده، نمه های بارون، ولی هوا تقریبا معتدل و نیمه خشکه توی این شهر. بچه اونطور که آدرس گرفتم میگن که بازارش توی همین راستا قرار داره و همین میدونیه میخوره به دست راست و ما باید به سمت دست راست حرکت کنیم که به اینجا میگن چهار راه عربا، که بازار اصلی باقرشهر هست و شلوغ‌ترین منطقه این شهر این نقطه هستش. در مورد تاریخچه این شهر هم بخوام بهتون بگم برمیگرده به دوران قاجار. این شهر به عنوان یکی از روستاهای شهری شناخته می شده به دلیل
باغ‌های فراوانی که توی این منطقه بوده از اهمیت خیلی خاصی برخوردار بوده. بعد تو دوران پهلوی هم به دلیل نزدیکی به تهران به سرعت توسعه یافته و تبدیل به یکی از مهمترین شهرهای تهران شده. بعد از انقلاب هم به عنوان یکی از شهرهای شهرستان ری شناخته شد و رشد و جمعیتش توسعه پیدا کرد و از نظر اقتصادی خیلی خیلی پیشرفت کرد. همینم باعث شد که سرانجام به یکی از شهرهای مهم استان تهران تبدیل بشه. دوستان، این شهر در گذشته چون روستا بود تو زمان پهلوی و دوره قاجار به اسم باقرآباد نام داشت. بعد این روستا تو سال 1328 به شهر تبدیل شد و اسمش هم به افتخار آیت الله محمد باقر شریعتی، یکی از دانشمندان ایران بوده، به باقر شهر تغییر کرد. باقر شهر الان 500 هکتاره و ساخته شده از روستاهایی همچون جعفرآباد، قوچهسار، قمصر، دهنو، عظیم‌آباد، خیرآباد، درسون‌آباد و اسماعیل‌آباد هستش.
خب دوستان، این هم از باقر شهر. امیدوارم اطلاعات کافی بهتون رسیده باشه و مروری از خاطرات برای کسانی که ساکن این شهر بودن و الان نیستن شده باشه. نظراتتون رو برام کامنت کنین و برای ویدیوهای بیشتر به چنل ما سری بزنین و برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.